سرخط خبرها. ورود نانسی پلوسی به تایوان به رغم هشدار چین به نابودی. اولین ضربه محکم امروز چین به تایوان در واکنش به سفر پلوسی. فروش 300 سامانه موشکی آمریکا به عربستان و امارات و یک کشته و 6 زخمی در اثر تیراندازی در آمریکا. مشروع اخبار. ورود نانسی پلوسی به تایوان به رغم هشدار چین به نابودی. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به رغم هشدارهای چین در مورد این سفر و تهدیدهای پکن مبنی بر سرنگون کردن هر هواپیمای غیر نظامی وارد شده به حریم هوایی تایوان، سه‌شنبه 11 مرداد وارد جزیره تایوان شد. همزمان با تهدیدهای نظامی چین، رسانه‌های تایوانی تاکید کردند که سامانه پدافند هوایی در فرودگاه تایپه فعال شده است. سازمان تلویزیون ژاپن نیز اعلام کرد همزمان با تلاش هواپیمای پلوسی برای فرود در تایپه، 8 جنگنده آمریکایی از جزیره اوکیناوای ژاپن در شرق تایوان به پرواز درآمدند. چین بلافاصله با اعلام بسته شدن حریم هوایی به روی هواپیماهای غیر نظامی در تنگه تایوان تهدید کرد هواپیمای ناقص منطقه پرواز ممنوع در حریم هوایی تایوان ممکن است سرنگون شود. رسانه‌های چینی در همین زمینه گفتند جنگنده سوخوی 35 چین از تنگه تایوان عبور کرده است. لوسی ساعتی پیش در بحبوحه افزایش تنش‌ها بر سر سفرش به تایوان، مالزی را در مرحله دوم تور آسیایی خود به مقصد تایپه ترک کرد. به گزارش رسانه‌های چینی، ارتش این کشور شمار زیادی تجهیزات نظامی را در سواحل تایوان مستقر کرده است. اولین ضربه امروز چین به تایوان در واکنش به سفر پلوسی. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت بازرگانی چین تاکید کرد از صادرات شن و ماسه طبیعی به جزیره تایوان از روز چهارشنبه جلوگیری می شود. همچنین واردات مرکبات، برخی محصولات دریایی و ماهی منجمد از تایوان متوقف می شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه علی‌رغم تهدیدات پکن مبنی بر پاسخگویی به این سفر به عنوان یک گام تحریک‌آمیز وارد تایوان شد. چین نسبت به تأثیر سیاسی هولناک سفر پلوسی هشدار داده و تاکید کرده بود ارتش این کشور در صورتی که حس کند حاکمیت و تمامیت ارضی پکن در معرض تهدید قرار گرفته دست بسته نخواهد نشست. فروش 300 سامانه موشکی آمریکا به عربستان و امارات. پنتاگون اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی سامانه‌های موشکی پاتریوت و تاد به عربستان سعودی و امارات متحده عربی موافقت کرده است. طبق اعلام پنتاگون، وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی موشک‌های پاتریوت به عربستان سعودی در قراردادی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار و فروش احتمالی سامانه ضد موشکی تاد به امارات متحده عربی در قراردادی به ارزش 2 میلیارد و 250 میلیون دلار موافقت کرده است. بر اساس این توافق‌های احتمالی، ایالات متحده همچنین قطعات یدکی و خدمات فنی این سامانه‌های موشکی را نیز در اختیار این دو کشور قرار خواهد داد. با وجود تایید وزارت خارجه آمریکا در ابلاغیه‌ای که به کنگره ارائه شده، مشخص نشده این توافق‌ها به امضا رسیدند یا اینکه مذاکرات برای آنها نهایی شده است یا نه. تایید این توافق‌های احتمالی از سوی وزارت خارجه آمریکا در پی سفر اخیر بایدن به خاورمیانه صورت می‌گیرد. و یک کشته و 6 زخمی در اثر تیراندازی در آمریکا. به گزارش اسپوتنیک به نقل از ABC، پلیس شهر واشنگتن از حادثه تیراندازی در شمال شرق این شهر خبر داد که در این حادثه یک نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. رابرت کانتی، رئیس اداره پلیس متروپولیتن، به خبرنگاران گفت به نظر می‌رسد گروه زیادی از مردم در این منطقه حضور داشتند که صدای شلیک گلوله‌ها به گوش رسیده، اما هنوز انگیزه تیراندازی مشخص نیست.